بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها آن است که یک فضایی برای محاوره سالم در مورد مسائلی که هر روز ما گریبانش هستیم فراهم بکنه که شما عزیزان بتوانید با گرفتن دانشی فراتر اصولیتر بنیادیتر یک بینشی عمیقتر نسبت به مسائل شخصی اجتماعی و جهانی حاصل بفرمایید تا شاید به کمک همدیگه از همدیگه یاد بگیریم و بتوانیم دنیای بهتری رو برای خودمون و برای آیندگانمون فراهم بکنیم این برنامه ها همونطور که میدانید هدف اساسیش روشنگری دگرندیشی و از همه مهمتر حقیقت جویی است هدف این برنامه ها تحمیل عقاید کنترل عقاید نبوده و نیست بلکه انتظار بنده آن است که نفوسی که در اینجا حاضر میشوند به عنوان مهمان و یا شما عزیزانی که زنگ میزنید و اظهار نظر میکنید این نکته را در نظر بگیرید که صحبتهای شما بایستی به دانش پروری و بینشگری نزدیک باشد و از هر گونه بغز کینه دوگانگی تعصب به دور باشد تا جایی که امکان پذیر هست مهمان این دفعه بنده جناب دکتر اسدی بودن که از سندیگو تشریف می آوردن ولیکن به علت یک مشکلاتی نتوانستن خودشون رو برسونن و تشریف بیاورن به همین دلیل بنده فکر کردم که این فرصت رو غنیمت بشمارم و یک جنبندی کلی بکنم و یک مسائل اساسی و بنیادی رو با شما مطرح بکنم تا بتوانیم به کمک همدیگر یک ما محاوره خوبی داشته باشیم و یه نتیجه گیری اساسی بگیریم سروران عزیزم میدانید روشنگرایی وقتی صحبت میشه ازش خیلی ساده است یعنی تمام انسانهایی رو که بنده باشون افتخار معاشرت و مصاحبت رو دارم تمامشون مایل هستن که روشن باشن و خودشون رو حقیقتا از جمله نفوسی میدانن که دیگر اندیشن ولیکن به ندرت بنده دیدم کسانی رو که حقیقتا فرق بین روشنگرایی و مدرنیزه رو میدونن فرق بین مدرنیته و مدرنیزه رو میدونن و واقعا جستجوی حقیقت رو میدونن یعنی چی آیا حقیقت یک امری است که انسان بهش میتونه برسه یا بهش نزدیکتر بشه هدف از روشنگرایی چیست آیا ما برای چی میخوایم روشنگرا باشیم و اگر نباشیم آسیب چیه اگر بشویم منافش چیه در قرن 21 آیا مفهوم روشنگرایی با همون مفاهیم عتیقه قدیمی یکی هست و سوالاتی از این قبیل شما عزیزان میدانید که تا به حال طریقت فکری بنده آن بوده که انسان بودن و انسان شدن که مطرحه و هر چیز دیگری در این عالم حاشیه است و یا به عبارت بهتر وسیله است یعنی آنکه ما شاید بایستی انسان رو تعریف بکنیم بدانیم مقامش چیه هدفش چیه و بعد بر اساس اون تمام اعتقادات خودمون رو و یا رسومات خودمون رو سنت خودمون رو بررسی بکنیم چون اعتقادات میتواند آسیب بزند اعتقادات میتواند ما رو آزاد بکند و رهایی ببخشد مقصود بنده آن است که روشنگرایی در حقیقت یا به عبارت انگلیسی کلامیش enlightenment یه جریانه یه پروسس یک فرد به تمام روشنگرا نیست و روشنگرایی فقط در موارد فکری نیست بلکه در موارد جسمی در موارد حسی در موارد روحی و در موارد روحانی یا معنوی می باشد یعنی یک فردی که روشنگر است در حقیقت می وضعیت جسمانیش بهتر بشه سالمتر بشه از لحاظ حسی می خواهد که احساساتش در حقیقت آرامتر باشه احساساتی داشته باشه که اون رو آسوده تر میکنه انگزایتی هاش پریشانی و تمام استراب هایی که داره اینها رو بتونه کنترل بکنه یا تا اونجایی که میتونه کمترش کنه و فکری یعنی آنکه آماده باشه همیشه به دنبال حقایق علمی و شواهد قابل اثبات بگرده و لحاظ روحانی یا معنوی یعنی آنکه بداند که حقیقت یک امر استمراری است و دنیا و هدف از آمدن به این دنیا چیست مقصود از معنوی آیا اعتقادات مذهبی است اعتقادات سنتی است یا مقصودان است که دنیا و حقیقت منوط به این محوته زمان و مکان و هفتاد سال نیست هشتاد سال نیست بنابراین همونطور که میدانید مفهوم روشنگرایی بایستی در زمینه های مختلفه بررسی بشه و فهمیده بشه تمام این چهار قسمتی رو که خدمتتون عرض کردم یعنی سالم زیستن فیزیکی محیطی و اللحاظ احساسی خودمون رو متعادل کردن غضبمون رو کم کردن سعی بکنیم از اعتیاداتی که هم جسمانی هم ضررهای حسی داره دوری کردن فکری هم همینطور و این چارت ها در حقیقت به هم ارتباط دارن یعنی یک سیستمه یک سیستمیه که اجزاش میتونه جسمانی حسی فکری و معنوی باشه ولی در همدیگه تاثیر داره یعنی وقتی که من خوب فکر بکنم تأثیر میذاره روی احساساتم وقتی من خوب فکر و حس رو بتونم تعادل بدم تأثیر میذاره روی جسمم و همچنین طریقتی که به دنیا نگاه میکنم به انسانهای دیگه نگاه میکنم به زندگی نگاه میکنم تأثیر میذاره در تمام ارتباطاتی که من دارم با خودم و با دیگران بنابراین روشنگرایی فقط این نیست که من برم یه دیگری از هند یا از هاروارد بگیرم حالا به عنوان این که من استادم یا به عنوان اینکه اونجا درس خوندم یا هزار و یک سمینار داشته باشم و کنفرانس بدم اینا روشنگرایی نیست بلکه روشنگرایی یه مفهوم والاتر هست که به تعامل بین اجزاء مختلفه وجودی در یک فرد و ارتباطش با دیگران مشخص میشه من میخواهم در حقیقت به شما عرض بکنم که خیلی ها هستن در این دنیا که خودشون رو روشنگران میدونن این چه سانی هستن که وقتی ازشون سوال میکنه چرا روشنگرا هستی چون فکر میکنن در غرب زندگی میکنن نحوه فکریشون اروپایی امریکایی سعی میکنن بزرگترین مفاهیم علمی رو قبول بکنن سعی میکنن به نظر خودشون مخالف خرافات عمل بکنن این رو روشنگرایی میدانن ولی وقتی که شما به اعماق افکارشون نگاه بکنید میبینید که اینها در حقیقت یک سلسله مراتب خرافگرایی رو با یک گروه دیگه خرافه جایگزین کردن یعنی اون روشنگرایی رو یک گروهی این میبینن که مخالف دین باشن یا مخالف علم باشن و این رو خرافه بدونن یا اون رو خرافه بدونن اینها رو حداقل بنده با تحقیقاتی که کردم و با مصاحبه هایی که داشتم و مهمون هایی که آوردم خواستم به ما نشون بدم که گول این حرفا رو نخورید و نبایستم بخورید یعنی زدیت با یک سیستم دلیل بر روشنگرایی همونطور که قبول یک سیستم بدون چون و چرا دلیل بر روشنگرایی نبوده و نیست. من در این برنامه ها سعی کردم یک مقدار اصول کلی رو توسط خودم و همکارانم به شما عرضه بکنم از جمله اون اصول این بود که، همه چی با هم ارتباط داره اصلی که بهش میگویند الکل فلکل یعنی همه چی به عنوان یک سیستم هماهنگ. همه چیز با هم تاثیر میذاره روی هم تاثیر میذاره اصلا یه تاثیر میگیره یعنی در حقیقت این سیستم فکری که همه چیز در عالم چه انسان چه فلسفه چه جامعه چه فرد همه ما در حقیقت یک سیستم بزرگ هستیم یعنی یه نظم کلی در عالم برقراره و این نظم به خودی خودش در تمام ما رو به هم پیوند میده به همین دلیل که مثلا وقتی ما میگوییم بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن در حقیقت میخواهیم ما اصل الکل فلکل رو نشون بدیم ولی شناخت این اصل با استی در مراحل فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی خودشون نشون بده یعنی یک کسی که میگوید الکل فلکل یعنی همه چی با هم دیگه تاثیر داره و همه چی با هم ارتباط داره باید قبول بکنه اصل وحدت در کسرت رو یعنی اینکه همه ما اگر چه با همدیگه تفاوت های سوری داریم ولیکن از لحاظ جوهری از لحاظ حقیقی حقیقتمون یکیه و اون انسان بودنمونه اگر کسی این اصل رو درست بفهمه دیگه تعصبات فرهنگی نژادی قومی و یا غیره رو نداره اگر کسی اصل الکل فلکل رو درست بفهمه دیگه نمیتونه افتخار بکنه که بله من به تصاوی بین زن و مرد اعتقاد دارم نه این نتیجه الکل فلکل یعنی اگه شما به الکل فلکل یعنی یک سیستم هماهنگ جهانی کلی معتقد باشین میبینین که نه تنها انسان ها به هم پیوند دارن بلکه ما با سایر مراتب وجودی بلکه در سطح کهکشانی هم ما با همدیگه اتحاد داریم یعنی موقعی که شما یک سیستم فکری جهانی داشته باشی اصلا وحدت عالم انسانی فقط نقطه شروع وحدت عالم انسانی یعنی قبول وحدت در کسرت یعنی قبول تفاوتهای طبیعی ولی در این حال قائل شدن به یک اصل مشترک جوهری میبینید یه امر طبیعیه و زیاد بالا و پایین پریدن نداره ولی وقتی یه مقدار شعور ما بیشتر بشه میبینیم نه تنها انسانها یک سیستم رو تشکیل میدن و یه هیکل واحدن و در حقیقت هر عضوی که به درد بیاد اعضای دیگر رو نماند قرار چقدر عمیق سعدی علیه الرحمه اینا رو مطرح میکرد ما اینا رو میخونیم ما اینا رو به و چه چه ولی روشنگرایی است که چگونه این حرفا در اعتقادات فرسوده و پوسیده ما تأثیر میذاره و منیت ما و برتری ما و خودبینی ما رو از بین میبره یعنی اصل الکل فلکل یعنی یه سیستم جهانی در حقیقت یک نظم نظم جهانارای رو اختضا میکنه این نظم جهانارا فقط منوط به این زمین نی بلکه میتونه تمام عالم هستی در نظر بگیره وقتی که ما صحبت از نظم جهان را می کنیم در حقیقت ارتباط ما با جماد با نبات با حیوان و با هر شیعی که در عالم وجود هست ما در حقیقت یه ارتباطی داریم به همین دلیله که وقتی که می گوییم روشنگرا اون موقع با تفهیم این اصل ما از محیط و عوامل محیط زیست سوء استفاده نمی کنیم ما سعی نمی کنیم به اذیت و آزار حیوانات بپردازیم ما نمیتونیم به اصراف طبقه دیگر جهان که نباته بپردازیم یعنی در حقیقت اصل روشنگرایی لازمه فکریش و لازمه معنویش آن است که عالم بین باشیم نه بین این اصلی بود که همیشه انسان ها رو نجات میده این اصلیه که در ادیان ما میبینیم که سانی مثل بها الله این رو بلند میکنه در لوح دنیای خودش ما میبینیم اینها در آثار ایمانوئل کانت مطرح میشه وقتی که صحبت از صلح میکنه صلح و برقرار میکنه مفهوم عمل پاک و اخلاقی رو ما در این میبینیم که در حقیقت انسانها جهانی فکر بکنن و تا اونجایی که میتونن به خرافگری های خودشون و موانعی که اونها رو باز میداره از اینکه این جهان رو پیش بگیرن واقف بشن بهش به همون اندازه ای که واقف میشن در حقیقت روشنگرا میشن بنابراین اصل الکل فلکل یعنی همه چی با هم ارتباط داره همه چی یه سیستم هماهنگ رو ضروری رو تشکیل میده خیلی خیلی مهمه اصل دیگه ای رو که من در این برنامه ها خیلی تأکید کردم که خودم و همکارانم به شما عرض بکنیم اصل توجه به معانی و حرفاست نه شخصیت ها یعنی در حقیقت اون اصلی که میگوید انظر الی ما قاله لا تنظر الی من قاله نظر بکنید به اینکه چی گفته میشه نگاه نکنید به اینکه چه کسی اون رو میگه یعنی در حقیقت سروران عزیزم انسان ها الان دو گروه هن. یه گروهی هستن که دنبال افراد میرن یه گروهی هم هستن که دنبال حرفایی که اون افراد میزنن اونا رو تجزیه و تحلیل میکنن یعنی به عبارت دیگه ما اگر ناظر جویای نور حقیقت باشیم از هر آینه از هر افقی طالب بشه به قول عبدالبها عباس به قول کسانی مثل افلاتون به قول کسانی مثل حافظ به قول تمام این عزیزانی که در شاهراه حقیقت و روشنگرایی قدم گذاشتن یعنی ما اگر بود پرستی رو بذاریم کنار الان قرن 21 کم بود پرستی خیلی شدیدتره قرن بیست و تا هزارها سال قبل هزارها سال قبل در حقیقت مردم می رفتن و تو یه محلی با گل و غاج و اینها یه بوتی می ساختن و دولاراس می شدن جلوش الان بدتره به خاطر اینکه ما بوتامون توهمه اوهامه چیزهای خیالیه چیزهای تصوریه چیزهای مجازیه و بعد اون بعد از اون میریم انسان‌ها رو میپرستیم شما نمونه من هستی شما رهبر من هستی شما قاعد من هستی از این حرفایی که در حقیقت من به عنوان کسی که در رشته روانشناسی خدمت میکنم میتونم نشون بدم که نتیجه کمبودهای روانی احساسی و استراباتی که ماها داریم به همین دلیل که قلوب میکنیم یا دونو میکنیم یعنی یا یه گروهی رو یه شخصی رو خیلی خیلی میخوایم ببریمش بالا ازش بود درست کنیم یا یه شخصی دیگه ای رو می خواهیم آنقدر حقیرش کنیم و بی کنیم که اصلا مثل اینکه وجود نداره این گونه عوامل اگر شناخته نشه ما نمیتونیم روشنگرا باشیم یعنی اون کسی که فقط نگاه میکنه به یک مطلع نگاه نمیکنه به حرفایی که میزنه بررسی نمیکنه تجزیه و تحلیل نمیکنه به هم ارتباط نمیده نتیجه اون رو نمیتونه تشخیص بده تعصباتی که باشه است. این نمیتونه روشنگرا باشه یعنی در حقیقت شما دقت کنید یه عده سقرات رو در نظر بگیرید گاندی رو در نظر بگیرید نیچه رو در نظر بگیرید کانت رو در نظر بگیرید غزالی رو در نظر بگیرین سهروردی رو در نظر بگیرین سعدی رو نگه خیام کم نیستن این افراد یه دستن اینا رو میپرستن به خاطر اینکه این افراد رو میپرستن به دلایل مختلفه یه روانی احساسی قومی نژادی و و و حرفاشون رو هم تا حدودی قبول میکنن یه عده دیگه هستن به احترام میذارن به خاطر حرفایی که میزنن خوب دقت کنید یعنی یه عده سغرات رو میپرستن یه عده حرفایی رو که سغرات زده در نظر میگیرن و بعد ارادت قلبی خودشون رو نسبت به سقراط حتی اگر اذعان نکنن احساس میکنن ما اینا رو میگیم گروه دوم میگیم روشنگرا یعنی روشنگرا کسی است که آینه ها رو فقط بهش توجه بکنه به خاطر نورایی که از این آینه تجلی میکنه بر اهل عالم نه به خاطر خدا آینه به همین دلیله که اکثر کسانی که روشنگرای حقیقی بودن خواستن توجه مردم رو از خودشون وردارن و به حرفایی که از دهنشون در اومده و یا به قلمشون نوشته شده توجه بدن این در ادیان من خیلی میبینم که این درست در میاد یعنی شما دقت کنید یه ده محمد رسول الله رو من در اینجا باید به همه اشاره بکنم و احترام بذارم و احترام همه لازم هست حتی اگر نفوسی با این افراد چه فلسفی، چه مذهبی، چه فرهنگی موافق باشن یا مخالف باشن یکی از مفاهیم روشنگرایی آن است که بغض شخصیت رو وارد قضایی نکنید. نکنی شما دقت کنید یه عده محمد رو احترام میذارم، باب رو احترام میذارن با رو احترام میذارن ایسا رو احترام میذارن موسا رو احترام میذارن ولی نه حرفای اینا رو میفهمن نه اصلا به این حرفای اینا توجهی دارن نه عرض شابی رو حرفای اینا میکنن این گروه نمیتواند روشنگر باشد دیگر اندیش باشد چرا؟ به خاطر اینکه یه ای آدمی که روشنگراست میاد به بر حرفایی که اینا زدن چیزایی که نوشتن چیزایی که دوارشون نوشتن اینا رو در نظر میگیرن و بعد سعی میکنن که از روی حرفها از روی نوشتجات یه نتیجه کلی حاصل کنن خودشون باید این کارو بکنن یعنی یک آدم روشنگرا و دیگراندیش اونه که تابه حرفای دیگران نباشه به همین دلیله یه آدم روشنگرا اسیر رسومات و اعتقادات فرسوده نی نمیاد بگه چون حبیب ریاضتی اینطوری فکر کرده چون آقای فلانی طوری فکر کرده چون دکتر فلانی طوری فکر کرده بنابراین منم باید اونطوری فکر کنم ابدا اینطور نی بلکه من بایستی حرفایی رو که اینا میزنن گوش بدم و بعد برم تحقیقات خودمو بکنم بررسی های خودمو بکنم نتیجه گیری های خودمو بکنم و بعد اگر این نتیجه گیری ها به هدف اصلی زندگی من کمک میکنه من در حقیقت بگویم بله من در مسیر روشنگرایی دارم قدم میذارم پس بنابراین هدف از روشنگرایی یکی از اصول دیگه این است که ما بود پرستی نکنیم آین پرستی نکنیم نجات پرستی نکنیم دین پرستی نکنیم فلسفه پرستی نکنیم چون اگر این کار رو بکنیم نه تنها ما روشنگرا نیستیم ما افرادگرا میشیم ما در حقیقت کسی میشیم که فاشیست میشیم ما در حقیقت مطلقگرا میشیم چون خودمون تحقیق نکردیم هدف و تحقیق هم نمیدونیم بنابراین این اصل نظر کردن به آن چیزی که گفته میشه مهمتر از اونه که به خودش شخص توجه بکنید یعنی مثلا اگر باهایی هستین مسلمان هستید کلمی هستین با خدا هستین بی خدا هستین یک روش تحقیقی سالم رو اتخاذ بفرمایید و اونم اینه که به نوشتجات اینها به اعمال اینها به افکار اینها به اهداف اینها توجه بکنید و بعد از روی این اعمال و رفتار و اهدافی که داشتن در حقیقت به مقامات اینها پی ببرید پرستینشون سعی بکنید یک درسی یاد بگیرین اگر خوبه ادامه بدین اگر نه یک درس دیگری رو یاد بگیرید و همین دلیل که مثلا به عنوان ذکر مثال عرض بکنم افرادگرایان که در حقیقت دشمنان درجه یک روشنگرایی هستند کسانی هستند که بیشتر بود پرستی پرستی میکنن بیشتر شخصیت پرستی میکنن بیشتر اسیر مقام میشن اسیر دیگری میشن اسیر ثروت میشن یعنی به عبارت کلی خیلی دقیق و پوچکنده انسان های خیلی ظاهری انسان های خیلی ساده و انسان هایی که فل حقیقه پر از استراب و نگرانی هستند هستند اصل دیگه ای که من خیلی خیلی در این برنامه ها سعی کردم بهش توجه شما رو جلب بکنم آن است که اون چیزی که عقل بهش حکم میکنه بعد بهش توجه کرد و اصل تطابق منطقی بین عقل و دین رو در نظر گرفت میدونم این سخته این چیزی که عرض میکنم حتی من معتقدم اوناییم که به این اصل معتقدن خودشون دقت بکنن یه جاهایی میبینن که پاشون میلغزه چرا؟ چون ببینین یه دینی مثل اسلام رو در نظر بگیرین ما حکم به العقل حکم به شر حک و ما حکم به شر حکم به العقل مضمون این بیان آن است که اون چیزی که عقل صادر میکنه حکم میکنه شر باید قبول بکنه اون چیزی که شر قبول میکنه باید عقل قبول بکنه این در حقیقت وقتی که میرین تو کنه این و تفاسیر این رو از مثل قزالی مثل محیدین عربی و و و میشنوید یعنی اینکه اگر علم و دین دنبال حقیقتن چون حقیقت تعدد نمیپذیره حقیقت واحده بنابراین عقل صحیح و سالم فارغ از تعصبات بایستی به همون جایی برسه که یک دین حقیقی فارغ از تعصبات میرسه و الا اگر دینی با موارد علمی عقلی سالم حقیقی نخونه بیدینی هر و اون عقلی که خیلی ساده لوح باشه و همینطوری تصمیم بگیره با ظواهر و مدرنیزه بخواد اظهار نظرهای علکی در مورد مسائل عمیق مذهبی یا معنوی بکنه اون هم باطله یعنی در حقیقت ما اینجا خواستیم نشون بدیم اون گروهی که ضد دینن یا ضد علمن خود اینها در حقیقت افرادگران از اینا باید پرهیز کرد ولی اون کسانی که میان دوباره یه سیستم هماهنگ میبینن میان میگن که عقل و دین و علم و همه ای اینها در خدمت رشد انسانه و انسان مهوری بکنن اینها شاید به حقیقت و روشنگرایی نزدیکن اصل سوم این رو که تقدیم کردم به شما این خیلی اصل مهمیه ما روشنگرا نیستیم اگر فقط با اعتقادات فرسوده خودمون بخوایم دنیا رو ببینیم ما روشنگران نیستیم اگه فکر کنیم همینی که هست غیر از اینم نی هر چیزی هم که قبول نکنه یا کافره یا مشرکه یا ملحده بنابراین اجزای روشنگرایی رو من به شما دارم تقدیم میکنم با اطلاعات جزئی و وقت کمی که دارم یه اصل دیگه ای که خیلی 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 مهمه اونه که هر کسی در این عالم به یک طریق دنیا رو میفهمه یعنی از طرق الله به عدد انفس الخلاق طریقه هایی که به سمت حق میره به تعداد انسان های روی زمینه این حق خانم آقایون مقصود من از حق حقیقته مقصود من ابدا چیز من درآوردیه توهمیه خیالی مجازی بوتی ایاری به اسم خدا نبوده و نیست چون خدا رو نمیشید شناخت اونهایی که ادعای شناختش دارن در حقیقت وقتی ازشون بپرسی این خدای تو کیه میبینی یک خدا خیلی خیلی پژمرده افتاده انسان نماس بنابراین خدا رو هم ما در این برنامه هایی که داشتیم معنی کردیم خدا به عالی ترین درجه ای که ما بخوایم بهش بپردازیم میتونیم بگیم یک قوهیه که نه درک میشه یه قوهیه که نمیتونه اثبات بشه یه قوهیه که نمیتونه این صفاتی رو که ما بهش میبندیم داشته باشه چون اون ما رو در حقیقت خدای انسان نما میشه یعنی به جای اینکه او آفریده جهان باشه که اونم خودش بحث دیگه و مفصل دیگری است ما میشیم خالق خدا بنابراین ایده قد بفرمایین دین و علم اینجا میتونن توافق پیدا بکنن یعنی اگر ما قبول بکنیم علم قبول میکنه که ما نمیتونیم به یک خدای انسان نما معتقد بشیم ولی ما میتونیم به یک قوه‌ای به قائل بشیم این قوه جهانی که نمیشه فهمیدش ولی از تاثیراتش میتونیم حدس بزنیم استنتاج کنیم که یک واقعیتی داره ولی خود این حقیقت و واقعیت رو نمیتونیم تعریف کنیم چون هر نوع تعریفی که بکنیم در حیطه افکار خودمون قرار میگیره و خدا نمیتونه در حیطه فکری ما بگنجه حتی ما بحث خلقت رو هم بایستی یه طور دیگه بفهمیم و همین دلیلی که فیزیکدان های جدید این بحث اینکه خداوند رو طریقی که این مذهبیون ساده لخ در نظر گرفتن که در تورات اومده یا در قرآن آمده یا در این کتاب اومده یا در اون کتاب که خدا زمین آسمان رو در شش روز قلب کرد و سپس استراحت کرد و سپس بعدم پشیمون شد از اینایی که الان یه بچه پنج سالم به پوشالی بودنش پی میبره بنابراین حالا اگه یک فیزیکدانی، هر کسی که میخواد باشه، بیاد بگه ببینین چقدر دین پوشالیه، ببینین این تعاریفشون پوشالیه، خدا پوشالیه، این فیزیکدانم که اینطوری فکر میکنه، در حقیقت از اصل منحرف شده. چون یه شق سومی هم هست که بشه به این نگاه کرد، ببینین روشنگرایی دوباره. که این استوره ها این داستان ها این متالوژی ها اینا همش یه متاییه که بر اساس احتیاجات روانی فکری بلوغی اون زمان ها مطرح شده یعنی من بیشتر فکر میکنم تورات یه استوره است خدا زمین آسمان را آفرید در شش روز این یه استوره است چون اصلا غلطه این با تحقیقات علمی نمیخونه وقتی تحقیقات علمی میگه جهان بیش از بیلیون ها سال هیچده تا بیس بلیون سال قدمت داره شما باید خیلی ساده لو بچه باشین که بگین آره شیش هزار سال قبل این خلق شده بنابراین این یه گروه یعنی یه کسانی هستن فیزیکدان هستن بعضی ها تمام فیزیکدان های توی نیستن شما ببینین یک کسی مثل اینشتن در تمام ایام زندگیش بحث خدا برای این مطرح بوده ولی خدایی که انسان نما نباشه خدایی که به حساب به یکی نگه تو منفوری به یک کسی بگه تو عزیزی من تو رو بیشتر دوست دارم تو عزیزتر از این اینها رو قبول نمی کرد بنده هم قبول ندارم و هر عاقلی که به خرد خودش اعترام میذاره نباید قبول بکنه بنابراین اون کسانی که معصبی و دشمن علم اونها رو باید از ایشون دوری کرد چون روشنگران نیستن و اون کسانی هم که عالمان و به سادگی مفاهیم استعاری تمثیلی تشبیهی رو نمیفهمند و چون نمیفهمند به روانشناسی سمبل اونطوری که باید شاید واقف نیستن بنابراین علم اعتراض بلند میکنن اون هم روشنگران نیستن بنابراین ما نباید گول این دو گروه رو بخوریم من یه ده دقیقه میخوام تلفن ها رو باز بکنم ولی یه اصل دیگه با اونم اینه یک نیروی در عالم در حرکته این نیرو تاثیراتش دو جور ظاهر میشه یکی تخریب میکنه یعنی نابود میکنه یکی میسازه این یه چیزی نیست که ما تازه فهمیدیم این بحث دیالکتیکه که از یونان اینها حدس میزدن و همینطور اومده تا الان در جوامع روانشناسا بهش خیلی معتقدن یک نیروی آنکانشس ناخداگاه و یه نیروی خداگاهی وجود داره و این نیرو یه جهانی در حقیقت تجدد میطلبه و اگر ما چه در علم چه در دین چه در روانشناسی این رو بفهمیم که در حقیقت تجدد اصل قضیه است ما نمیتونیم افکار عتیقه سنتی فرهنگی دیروز رو نسل قبل رو به تمام امروز قبول بکنیم نه تحول و تجدد یکی از اصول بارزیه که ما همه باهش روبرو هستیم علت این که میبینید ارکان سیاسی عالم، ارکان مذهبی عالم ارکان جامعه شمای عالم، ارکان فکری عالم ارکان روانی عالم در خطره و شایدم داره اصلا میپاشه به خاطر این هست که ما میخوایم. این نیروی جهانی طبیعی که در عالم سریان و جریان داره باش مقابله کنیم و ولی خودمون رو نابود میکنیم چون چیزی که طبیعیه که از بین نمیره چیزی که حقیقیه که از بین نمیره و این نیرو نه مذهبیه نه علمیه این نیرو نه به فرد رفت داره نه به اجتماع بلکه یک نیرویی که نظام عالم بر اساسش پیش میره و هر چقدر ما این نیرو رو بهتر بشناسیم اون موقع میتونیم اسباب طریقت و شریعت و حقیقت رو بهتر بفهمیم این اصل خیلی مهمه یعنی ما بایستی تعلیم و تربیت هایی که میدیم به جوامع مختلفه چه به عنوان یک چیزی که سمینار میدیم یه چیزی که مقام داریم بایستی یه چیزی رو حتما مواظب باشیم با اونم اینه که با تجدد و منصبیت کاری نمیتونیم بکنیم من آخرین عرضی که میخوام بکنم آن است که تفکر نق... نب... تنقیدی تنقیدی نه اینکه انتقاد بکنیم critical thinking خیلی مهمه در همه چی یعنی اینکه اجزا رو بفهمی ارتباطاتش رو بفهمی،, بفهمی هدف رو بفهمی هدف انسان شدنه انسان شدن یعنی یک حقیقت پیوسته یا همبسته ای که همواره در تکاپویی است این هدفه انسان محوری هدفه ولی برای اینکه این رو در سه زور بیاریم ما در حقیقت سروران عزیز بایستی فکر بکنیم برای فکر کردن در حقیقت یه اصل بنیادی در وجود ما گذاشته شده و اونم که الیته یعنی اینکه همونطور که هم کانت و بقیه فهمیده بودن ما یه خاصیت یه عطیه ای داریم به اسم اصل علت جویایی یعنی سوال میکنیم باید سوال بکنیم سوالاتمون رو برای بهترسازی انجام بدیم نه اینکه دست به سینه همه چیزی رو قبول بکنیم ولی بایستی یه چیزی رو همینجا مطرح بکنم قبل از اینکه خطوط رو باز کنم یه عاملی در عالم وجود داره سروران عزیزم به اسم جهل این جهل یا حماقت حقارت رو برده پستی رو برده، برتری رو برده. این جهل یا نادانی وقتی با قدرت توعم میشه خانواده ها رو میپاشه جامعه ها رو نابود میکنه ولی یه عامل بدتر و پستر از اونم وجود داره وقتی جهل با تقدس توهم میشه یعنی در حقیقت فاجعه بحران موقعیه که انسان ها فکر انتقادی خودشون را دست بدن محور اساسیه، زندگی و جهان بینی خودشون از دست بدن و اسیر اوهام بشن خرافه بشن نادون بشن یعنی اون چیزایی رو هم که معتقدن یه قسمتش رو بدونن آرمان ها رو همشون ندونن نادونیشون رو بخوان حالا جنبه تقدس بدن اونجاست که فاجعه ایجاد میشه من یک داستانی رو میخوام تعریف بکنم اه یکی از نویسندگان معروف قرن 16 است که به اسم جوردانو برونو این یک فیلسوف ایتالیایی بود این یه اصطلاحی داره به اسم جهل مقدس این یه آدمی بود که در موقعی که در رنسانس این کلیسا بر مردم حکومت میکرد و هر کسی که یه حرفی میزد که مخالف آرای اونها بود انگزیاسیون اینا رو میگرفت و حبسشون میکرد و تو سیاچالا میذاشت و خفهشون میکرد و زبونشون رو میبرید و بعدم میسوزن این یکی از این آدم ها بود این کسی بود که در حقیقت هدفش این بود که مردم حق دارن نظریاتشون رو بگن و فقط با تعلیم و تربیت و تعامل که میشه نظریات بهتری رو پیدا کرد کلیسا اینو دوست نداشت اینو گرفتن به قاعده اون زمان خواستن این رو آتیش بزنن قبل از اینکه آتیشش بزنن معمولا هیزم می آوردن یه پیرزنی رد میشه و یه تکه هیزوم میرزه توی اون هیزوم ها هست و میگه به اسم خدا من این هیزوم رو هم تیکه هیزوم هم میرزم این شخص میشنوه و هر رو که میزنه میگه نفرین بر تو ای جهل مقدس یعنی خوب دقت کنید بعدا هم زبونش هم بریدن بعد آتیشش زدن یعنی ما وقتی تاریخ رو میخونیم و داستان انگزیسیون های اروپایی رو میخونیم خیلی ناراحت میشیم اگر روشن فکریم اگر دیگری هولدریم داریم همش اینا کار دین بود کار دستایی نه اینا کار جهل بود کار نادونی بود کار مطلق جرایی بود میگه ما همین کارها رو نکردیم با شهاب الدین سهره بردی میگه ما همین کارها رو با عین القضات همدانی نکردیم با حلاج نکردیم با سغرات نکردیم با گاندی نکردیم با سید باب نکردیم با میزا حسین علی نوری به هاولا نکردیم پس ما اگه بگیم ما آن نفوس نیستیم شواهد نشون میده که ما همونطوری داریم فکر میکنیم همین طوری داریم عمل میکنیم پس بنابراین اون چیزی که من میخواهم به شما عرض بکنم تقدس جه خیلی خطرناکه یعنی به اسم خدا به اسم دین به اسم پیامبر به اسم حزب به اسم قوم انسان دست به کارهایی بزنه که خطاست و ضد انسانیه این رو به اسم خدا تمومش کنه اینو من بهش میگم جهل مقدس شما فکر بکنید سروران عزیز من وقتی جهل با قدرت با تقدس همراه بشه چه آشوبی پیدا میشه همه چی از هم میباشه شما دقت بکنید در ایران عزیزمان نگاه بکنید در امریکای به ظاهر متجدد من. نگاه بکنید به سراسر عالم شما میبینید مردم در حقیقت اسیر جهل مقدسان یعنی آنکه یه اعتقاداتی رو در خودشون به وجود آوردن میگن اعتقادمه این اعتقاد یعنی اینکه این مرزیه که دیگه نمیتونی ازش رد حتی اگر به قیمت خون ریزی دیگری باشه قضاوت دیگری باشه و اینه که ما باید مواظب باشیم اینه که ما باید حقایق رو بررسی کنیم اینه که باید به عقل خودمون به شعور خودمون درک کنیم اسیر حرفای هر, هر کسی نشیم حال من از کارگردان عزیز خواهش میکنم که خطوط رو باز بکنن و شما در راستای این عرایز بنده می مطالب خودتون رو مطرح بفرمایین ولی آن چیزی که مهمه آن است که ما اگر نفرین میکنیم بر این جهل مقدس باید خیلی خیلی مواظب باشیم که خودمون یکی از اون جهلا نباشیم وقتی کسی دنبال روی یک کسی دیگه باشه بدون اینکه بفهمه جاهله وقتی یک کسی که اعتقاداتش فرسوده باشه و نخواد عوض بکنه موقعی که حقایق و شواهد رو میبینه جاهله وقتی یک نفر اصلا نخواد بره دنبال حقیقت چون میترسه از عواقب عقیقت جویی اون جاهله بنابراین اگه دقت بفرمایید سروران عزیز من روشنگرایی یک پدیده استمراری جهانیه که همه ما همواره باهاش بایستی در تماس باشیم بفرمایید دکتر شنگیز آذر هستم خسته نباشید قربان شما خوش آمدین مرسی جناب ریاضتی من با این گفته شما اصلا موافق نیستم که آدم های دینی هم هستند که در هم علمی هند هم روشن فکر و روشنگرا از کجا میدونید شما این رو؟ آه آه نه, نه شما یعنی جوابی من دونم نمی دونم من, 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 نه ما محاوره رو میخوام ادامه بدم این است که به عنوان دو تا دوست شما از کجا میدانید که تمام کسانی که پیرو یک سیستم هن. چه مذهبی چه سیاسی تمامشون یک پرتو خاصی رو دارن بله من فکر میکنم سوالتون رو گرفتم اجازه میفرمایی توضیح بله میکنم. بله بفرمایی خواهش میکنم دلیل من و توضیح من اینه کسی که از طبق تعریف ما همیشه با تعریف جلو میره مدقا طبق تعریف دین آدم دینی یا دین در رأسش چیزی به نام خدا یا خالق وجود داره خب به طور کامل معتقد به این خدا هست همون خدایی که به قول خودتون با واقعیات و علیات نمیخونه که علیات هم علت و معلول هم فهمیدم ملقا. فهمیدم ولی جا... اصلی علم هستش میفهمم چندی جا... یه سوالی هست چگونه از... م... میتونه چگونه میتونه این فرق روشن این فرق روشن فکر روشنگرا و علمی باشه بلی بلی. در صورتی که با واقعیات علمی بلی. مخالف است و حتی روشنگری و روشنفکری واجه ها میدونیم که بیشتر بعد از رنسانس اروپا اومد بیرون فهمیدم فهمیدم تا آخره. تا آخرش رفتم خطوط من همه میدرخشه به همین دلیلی که باید کوتاه برم اولا من اصلا فکر نمی کنم که این توجیه کلی درسته یعنی در ادیانی مثل ادیان ابراهیمی شاید با این پدیده های خدای انسان نما به خاطر اتیاجات به خاطر هر چیزی بود پیش رفتن ولی خیلی از ادیان هم هستن که به خدای غیب منی لایرک معتقدن معتقد یک کسانی هم هستن مثل اینیشتن که در حقیقت علم و دین رو همه های میبینن بنابراین ما باید تعریف دین و تعریف علم و تعریف خدا رو عوض کنیم من با شما صد درصد موافقم سرور عزیزم اگر ما بخوایم تعاریفی رو که متعلق به دوران بچگی و نابالغی ما بود امروز بخوایم ادامه بدیم من با شما صد درصد موافقم که اون تعاریب به جز این ضد روشنگرایی انسان ستیزی و دیگر ستیزی باشه چیز دیگه اینی ولی من به عنوان کسی که این برنامه ها رو عرضه می کنم نمیتونم جنبندی بکنم تمام ادیان تمام انسان ها نه در هر حزبی هم شقی هست هم تقی هم روشن هم فکر هست هم خراف بنابراین من با شما موافق هستم اگر ما دینی یا عقیدهی با سیستم تجدد استمراری مخالفت میکنه و بعد پافشاری بکنه و بعد به خاطر عقاید دگراندیشی بخواد مردم رو بکشه زبونش رو در بیاره همین کارهایی که در عرض این سی سال هم در ایران نازنین خودمون شده کسانی بودند که به حساب زبونشون رو از حلقشون در آوردن کسانی بودن که استخاره کردند که باید بکشیم یا نکشیم این اوهاماتی که اگر دین اونه بیدینی ارجهه بفرمایید آقای شب شما بخیر من از مریلند میزنم و امروز خیلی بر حسب اتفاق من برنامه تلویزیون رو نگاه کردم خیلی لذت بردم از گفته های شما به خصوص از این بخش جهل مقدس و اون مثالی که در مورد اون به اصطلاح تجدد نگر و پیرزن زدین خیلی برام جالب بود چون من مشابه این رو در کشور خودمون در این سالها زیاد دیدم کسانی که نمیتونن از این جهل فرار کنند الان مسئله که از شما میخواستم سوال کنم و بعدا از تلویزیون گوش میدم این هست که خود من گرفتار این مطلبم در حالی که اون بخش آگاه فکرم اون بخش روشن فکرم و اون بخش متجدد فکرم با تمام اون آثار و علائم به اصطلاح اوهام و تصورات مخالفه ولی چیزی در درون من هر از گاهی باز متوسل میشه به همون اوهام مثلا در مواقعی دست به دامن پیغمبری زدن گرفتن دامن خدایی رو برای مسائل و خودم اینجا گمم که اون چیزی که من رو میکشونه به سوی التماس به این اوهامی که بخش متجدد فکرم اونا رو رد میکنه این کدوم بخش از روان منه تشکر میکنم اگر راهنمایی می کنید چقدر سوال پر محتوى و من ممنونم ممنونم حقیقتا که چنین شنوندگانی مثل شما و بینندگان عزیزی مثل شما ورقه موقنه در حقیقت به این برنامه ها توجه میکنن و این افتخار بنده هست که شما رو با خودم داشته باشم چه شنونده اول و همچنین شما سرور عزیزم ما همیشه من به عنوان یه سایکوتراپیست میتونم این قضیه رو بررسی کنم که همیشه ما اوهاماتی داریم هدف آن است که اوهامات رو کمتر و کمتر و کمتر کرد این یک اصل بنابراین اون قسمت تجدد شما با اون قسمت التماس از یک حقیقت دیگر اینها نباید حتما در تضاد باشن اینا میتونن هماهنگی ایجاد بکنن چون میتونه اون نیروی رو که شما بهش متوسل میشین یک نیروی جهانی کلی ازلی ابدی که در این عالم شما به تصویر پیامبر و پیغمبر و مرشد و صوفی میبینیش بنابراین من فکر میکنم این دو قوهی که شما داری از هر طرف که بهش نگاه بکنی سرور عزیزم یه قوه مفیدیه چون از یک طرف خراف گرایی رو کم میکنی از طرف دیگه جهان بینی و از خود فراگر فرارفتن رو بیشتر میکنی از یک قوه نیروی کلی جهانی که نمیشه شناختش نمیشه لمسش کرد ولیکن برای اینکه زندگی رو پرمعنی بکنه شما ازش تقویت میخوای این هیچ اشکالی ندارد دیدگاه روانی یعنی شما میخوای یه معنی ایجاد بکنی بین قوه عقلگرایی و خردگرایی و روشنگرایی با یه قوه دیگه که من یه جزئی از یه جزء والاتر جهانی هستم که لحاظ روانی، لحاظ احساسی، لحاظ فکری من بایستی این تعادل رو برقرار کنم خیلی سوال خوبی است من سعی کنم در جلسه تاتیه به این مسئله بیشتر توجه بکنم بفرمایین بفرمایید بفرمایید شما روی خط هستین تلفن با شما زنگ زدین ولی خطوط هم بازه، من صحبت می با شما ولی تلفن تلفن رو که میزنید شما باید صدای تلویزیونتون رو هم کم بکنید که بتونیم با هم محاوره داشته باشیم و بنده همونطور که از کردم حفظ حرمت خودتون رو بکنید چون این مسائل نباید شما را اذیت کنه باید شما رو کمکتون کنه که سوالای خوبی بکنید سوالای شما در حقیقت نشون میده نحوه فکری شما رو بنابراین ما از هم دیگه یاد میگیریم در مورد نحوه فکری ببینین بیا یه مقدار در مورد تا اینکه یک سری تلفن دیگه بیاد نه در مورد اعتقاد حرف بزنیم مثلا اعتقاد یعنی چی؟ آیا اعتقاد ماست؟ که ما رو اسیر میکنه ما باید اسیر اعتقادمون بشیم یا اعتقاد ما باید وسیله برای دگراندیشی بشه و اگر اعتقاد ما دگراندیشی و انسان محوری رو ایجاد نمیکنه اون اعتقاد رو فرسوده بدونیم و دنبال یک تئوری یا پدیده بهتری باشیم بفرمایین آقای ریاضتی خیلی ممنون از صحبتی که کردیم خیلی خوشم اومد واقعا دمتون گرم و از اینکه مهمان نداشتین من بیشتر خوشحالم تا این که مهمان. شما شما لست داریم ببنده خیلی ممنونم از کنم سوال من اینه که خب این چیزی که در مورد نیروی نیروی میگوید که خداوند یه نیرو هست چقدر حالا چه لزومی داره ما اعتقاد داشته باشیم به این نیرو آفرین به شما آفرین به شما, شما. آفرین به شما ببینین این سال اتفاقا خیلی سال خوبیه ببینین شما از خودت سوال کن همونطور که من هر روز با دوستانی که در مراحل مختلفه روانی و فکری معامله و تعامل میکنم من این سال همیشه واسم مطرحه آیا اصلا فرقی میکنم من به این قوه اعتقاد پیدا بکنم یا نه تاثیرات روانیش چیه تاثیرات فکریش چیه تاثیرات اجتماعیش چیه این سوال خیلی سوال عمیقیه چی شما کردین آیا من باید اگه من اعتقاد به این پیدا بکنم با اعتقاد پیدا نکنم زیاد تأثیری در اون نیرو اگه وجود داره میذاره تاثیر این اعتقاد چیه شاید این سال سال بهتریه تاثیر این اعتقاد به نظر بنده این است که ای حبیب خودت رو ضعیف و تنها نبین فکر نکن که اگر ضعیفی اگر نادونی اگر فردا میمیری به خاطر اینه که تو بیمعنی هستی؟ نه تو اومدی در این عالم توسط یک نیروی جهانی کلی که در این چند سباهی که در این عالمی بتونی یک انسانی باشی که انسانیت رو پرورش بدی و همچنین برای نسل دیگر بتونی یه آیتی باشی و نمونه اخلاقی انسانی باشی من فقط تاثیر خدا و نیرو و این اعتقادات رو این میبینم و الا شما خودت میدونید سرور عزیزم چقدرم قشنگ و با ملاحت شما فرمودی آیا تمام این کسانی که به این نیرو معتقدن واقعا آدمای آروم و انسانی هستن خدا حق شاهد نه این نیرو فقط یه نتیجه داره به قول بعضی از روانشناسان میگه بعضی از این خرافه ها بعضی از این اعتقادات خود اعتقادات نیست که انقدر مهمه تا اینکه تاثیراتی که گذاشته روی مردم چیه یعنی اینکه اگر شما به هر گروهی نگاه بکنی یه اعتقاداتی دارن این اعتقادات میتونه اصلا نه شواهد علمی داشته باشه نه اساس علمی داشته باشه نه اساس منطقی داشته باشه حالا تأثیر اون اعتقادات چیه؟ اگه این اعتقادات باعث میشه که این انسان بهتری باشه بینشگر بهتری باشه خداوند نیرو خودش هر چیزی که هست بیشتر تقویت بشه ولی اگر این اعتقادات باعث بشه که این زلیل بشه دیگران رو زلیل بدونه با کسایی که با دین خودش چایی نمیخورن با مرام خودش چایی نمیخورن ستیزگی کنه از حقوق و مزایا محرومشون کنه این اعتقاد غلطه یعنی سرور عزیزم اصلا خود کلمه اعتقاد یعنی یه عقد یه گره باید ببینیم این گره رو واسه چی بستیم آیا این گره رو بستیم که روش نکنیم یا میخوایم دنیا رو بهتر ببینیم یعنی به عنوان ذکر مثال عرض میکنم قبل از اینکه بتونیم به سوال دیگه بپردازیم اگر من معتقد باشم که یه اصلا هیچ کی به یه همه ما اومدیم مثل علف سبز شدیم یه خسائل ارسی داریم یه دف سرده و پج مرده به جون هم افتادیم هر کسی قدرتش بیشتره اون میبره هر کسی یه دوتا دیگری گرفته اون حرفش بیشتر میره آیا این همچین عالمی بیشتر ما رو سالمتر میکنه با معناتر میکنه یا بگیم نه همه چی هم بی حساب نی همه چی به هم ارتباط داره و چون انسانیم و چون فکر ما یه اصولی رو دنبال میکنه به این قسمت جواب بنده توجه فرمایید ما یه مقدار اصول بنیادی در فکرمون در مغزمون داریم یکی از اونها اینه که ما نمیتونیم قبول بکنیم که یه چیزی هست فقط به خاطر اینکه هست میخوایم دلایلش رو پیدا بکنیم حالا وقتی میریم دنبال دلایل بعضیش خرافه به وجود میاره بعضیش هم ما رو سالم تر میکنه مثلا اعتقاد به این که جهان یک حقیقت واحده خیلی کمک میکنه به مرام های سیاسی ما مرام های مذهبی ما مرام های انسانی ما تا اینکه بگیم نه انسان و قوم و نجات با هم تبعیض دارن برتری دارن جهانم اصلا یک پارچه نی من سرور عزیزم اون چیزی که عرض میکنم اینه که همه ای ما یه اعتقادی داریم و اعتقاد یعنی الگو یعنی طریقت فکری که خودمون می رو میبینیم دیگری رو میبینیم دنیا رو میبینیم آینده رو میبینیم من چیزی که عرض میکنم اینه روشنگرایی به دی معنیه که جرأت این رو داشته باشیم که از خداگاه به ناخداگاه بریم ببینیم چرا به این اعتقادات معتقد شدیم به خاطر کمبودامونه به خاطر ترسامونه به خاطر اینکه مردم به ما احترام بذارن به خاطر اینکه انزوا پیدا میکنیم اگر طور دیگه فکر کنیم من میخوام این بحثا رو پیش بیارم تا اینکه همه ما بفهمیم حبیب ریاضتی در مرحله اول که حبیب تو میتونی با وجود اینکه عشق و علاقه به روشنگرایی و انسان دوستی داری ولی آیا عواملی در تو هست که یه اعتقادات فرسوده تصوری رو داره اگر جواب حبیب این باشه که بله هست و سعی بکنه هر روز از اینا کم بکنه بعد یه الگوی بهتری رو پیدا میکنه حالا اگر این الگو رو بخواد به عنوان مطلق بگیره یعنی اینه و غیر از این نی و هر کسی که با این مخالفت بکنه بایستی نابود بشه اصلا حبیب ارزش وجود نداره تا چه برسه به روشنگرایی ما این دردمونه سروران عزیز من ما اعتقاداتمون رو بررسی نمی کنیم. ما دنبال دیگران دویدیم ما اجازه دادیم اهل قدرت چه در سیاست چه در مذاهب سوء استفاده بکنن از سادگی ما از جهل ما از جهل مقدس ما و بر ما تحمیل بکنن و الا شما از خودت سوال کن اگر یک دین یک علم انسانی باشه چرا باید من بکنه شما را از اینکه بیشتر بدونی در مورد دینت در مورد علمت چرا باید مخفی کاری باشه چرا باید سنسورشیپ باشه اگر حقیقته من میفهمم به مرور م... زمان باعثی حقایق رو ابراز کرد چیزی که بهش میگوین حکمت ولی سنسور با حکمت فرق میکنه چرا باید یه گروه دیگر رو به خاطر اینکه به اعتقادات تو معتقد نیستن نابودشون کنی زندانشون کنی زبونشون رو ببری ولی توجه هم بکنید این نفوسی که این کارا رو کردن اینایی نبودن که فقط با کسانی که غیر از مذهب خودشون یا کیش خودشون یا آیین خودشون بودن کردن اینا با کسانی که توی مذهب توی دین توی سیستم فکری خودشون بودن کردن یعنی به جای اینها کسانی هستن اگر مذهب نداشته باشن میگن بریم دنبال علم اگر علم نداشته باشن میگن بریم دنبال مرام سیاسی اگه کمونیست نباشن میگن ما کاپیتالیستیم اگه کافتل... اینا بچه بازیه سروران عزیزم باید بری یه ذره ما اینا فکر کنیم ما هممون باید یه عهد ببندیم در این چند دقیقه آخر من ای بخوام نتیجه گیری کنم اولا جستجوی حقیقت بکنید در راه هایی که ناشناخته است و سرانجام آن هم نمیشه پیش بینی کرد شجاعت داشته باشین که قدم بردارید. حقیقت رو اول مشخص نکنید بعد دنبالش برید نگین حقیقت اینه و من باید این رو بیابم ولی اگرم میخوای فقط به یه حقیقت معتقد باش حقیقت ایجاد یک فکر جهانی برای عالم انسان بلکه عالم وجوده بیا تمام این اعتقادات رو یه تعریف تازه بهش بده به جای این که شریعت و طریقت و حقیقت رو در حقیقت اصلا مجزا کنی بیا قبول کن که همه ما یه طریقی داریم همه ما هم محتاج به یه اصول و پیوندهای قراردادهای جهانی یا به قول جان ژاک روسو یه سوشال کانترکت های اجتماعی هستیم و قبول کن که همه ما به دنبال حقیقتیم یعنی در حقیقت اگر این کار رو بکنیم هفت شهر عشق رو طی میکنیم هفت وادی ها رو طی میکنیم بلکه میبینیم که اصلا هفت وادی و اینها وجود نداره اینا شؤونات خلقیه که این تقسیم رو میکنه همیشه به دنبال حقیقتیم. کسی رو به عنوان اینکه از طرف خدا و من از طرف پیغمبر بر ما فقط کورکورانه قبول نمیکنیم تحقیق میکنیم بررسی میکنیم اگر حرفایی که میزنه اسطوره است بی‌معنیه برای دنیای امروز ولش میکنیم با کسانی هم که به اینا معتقدن ستیزگری نمی کنیم. تربیت بکنیم تعلیم رو من یه مقدار سخت میبینم که بگم تعلیم چون وقتی بگیم تعلیم یعنی اینکه من میخوام مقاید خودم رو به شما یاد بدم نه تربیت بکنیم چجوری؟ بیایم یه محبتهی باز بکنیم مثل همین کاری که تلویزیون اندیشه کرده که افراد مختلفه بیان نظریات مختلفه رو بگن بعد ماها در قالب در دامن این نظریات مختلفه یه نظری ایجاد بکنیم برای خودمون نه یا این بگیم من چون مسلمانم همینه چه هست من چون بهایی هستم همینه چه هست نه ابدا اینطور نیست چون اگر تو بهایی هستی بها الله به مطلق جرایی معتقد اگه تو مسلمان هستی محمد و قرآنی که من فهمیدم به خاتمیت لغوی زمانی معتقد نی ولی در این حالم من معتقدم که حقیقت واحده ولی این واحد مقصود این نیست که حقیقت منه یا حقیقت توه یه حقیقت جهانیه یه حقیقتیه که ما بهش نزدیک میشیم ولی هیچ موقع بهش دست نمیابیم از علائم کسی که در راه حقیقت قدم بر می داره آن است که تعصبات رو در زندگیش نداشته باشه غیبت نکنه دروغ نگه برتری و بهتری مجازی ایجاد نکنه بود پرست نشه اوهام پرست نشه انسان های دیگر رو از صمیم قلب دوست بداره مردم رو بهش احترام ببرزه حتی اگه با نظریاتش موافق نیست اگه خوب دقت به فرمایین سروران عزیز من در حالت جسمانی روشنگرایی لازمه در حالت احساسی در حالت فکری و در حالت معنوی یعنی این از هدف خلقت به نظر بنده ما نمیدونیم کی میمیریم ولی یه کاری کنیم که هرگز نمیریم و تنها طریقی هم که میتونیم هرگز نمیریم اینه که در این چند سباهی که زندگی میکنیم سعی کنیم اسباب رفاه مردم رو اگه فراهم نمی کنیم اسباب آزار اونها رو هم ایجاد نکنیم از اونها سوء استفاده نکنیم با شعار دادن و آرمان دادن و این گونه بازی های زمانه سعی نکنیم بر مردم تحمیل عقاید کنیم اگر این کار رو بکنیم ما دنیای بدی خواهیم داشت نذارین با زجر و اتاب ما به صلح برسیم بذارین سول توسط بلوغ روشنگرایی و دگراندیشی و وحدت در کسرت ایجاد بشه این مفهوم روشنگرایی از دیدگاه بنده هست قربان شما تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم خدا نگهداری